با سلام، با نزدیک شدن به روز جهانی کارگر و در پی افزایش نرخ تورم در ایران و فاصله زیاد بین درآمد و هزینه خانوارها، اتحادیه‌ها و گروه‌های مختلف از جمله کارگران، معلمان و بازنشستگان در هفته‌های اخیر دست به تظاهرات و اعتصابات گسترده‌ای زدند. در همین راستا دیروز 27 آپریل کمیته حامیان دموکراسی در ایران نامه‌ای به خانم میشل اونیل، رئیس شورای اتحادیه کارگری استرالیا، و خانم سناتور وونگ، وزیر امور خارجه استرالیا نوشته و ضمن اعلام حمایت خود از اعتصاب کارگران صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، توجه آنها را به اعتصابات کارگران پتروشیمی در ایران جلب نموده و خواهان حمایت از حقوق کارگران ایران شدند. در بخشی از این نامه آمده است: کارگران ایران در حال اعتصاب کردن که اعتراضات ملی به مدت 226 روز است ادامه دارد. حداقل 160 پالایشگاه نفت گاز و پتروشیمی در سراسر کشور شاهد خروج کارگران از کار و اعتصاب بودند. مردم همچنان در سراسر ایران علی خامنه‌ای رهبر آخوندها رو مسئول بدبختی خود می دانند و در این حال سپاه ظالم پاسداران و یگانهای شخصی ظالم بسیجی رو در کنار سایر واحدهای امنیتی که در سرکوب میدانی‌های حضور مردم شرکت دارن رو محکوم می کنند. از سپتامبر 2022 تا کنون نزدیک به 750 معترض از جمله بسیاری از کارگران به شهادت رسیدند. 30,000 نفر دستگیر و 10,000 نفر در جریانات اعتراضات زخمی شدند که به بیمارستان و مراقبت‌های پزشکی مناسب دسترسی ندارند. ما از شما می‌خواهیم با انتشار بیانیه عمومی حمایت خود را از کارگران اعتصابی اعلام کنید و از رژیم بخواهید مطالبات کارگران را فوراً برآورده کند. کارگران اعتصابی را به دلیل اعتراضات مسلمات آمیز آنها دستگیر نکنند. همه کارگران زندانی را فوراً آزاد کند، به ویژه آنهایی که از سپتامبر 2022 بازداشت شدند. این نامه از سوی خانم دکتر مردیس برگمن و آقای پیتر مورفی مدیر این کمیته به امضا رسیده است. به علاوه همانطور که در تصاویر مشاهده می‌کنید، ایرانیان آزاده همچنان به حمایت‌های روزانه خود از قیام مردم ایران در استرالیا حمایت می‌کنند. با سپاس شایسته، گزارشگر تلویزیون ایران آزادی، سیدنی، استرالیا.